از درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز من محمد سانوی در خدمت شما هستم با سری برنامه های انجیل تبدیل ها ما به پایان برنامه هامون رسیدیم و در این مدت انجیل عیسی مسیح و طبق کتاب مقدس مورد بررسی قرار دادیم و همینطور که تبدیلی که عیسی مسیح راجع به صحبت میکنه چی هست اگر اجازه بدید در این برنامه امروز من سعی میکنم که خلاصه ای از کل صحبت هایی که با هم دیگه داشتیم و اینجا یه جنبندی کنیم و ببینیم واقعا این انجیل چی هست در لاغل در یک برنامه و تبدیل یعنی چی ما دیدیم که انجیل قلب و کانون مسیحیته زندگی روحانی و کلیسای ما زندگی جمعی ما در کلیسا به درک صحیح از انجیل بستگی داره ما دیدیم که شناخت انجیل ارتباط مستقیمی با پرستش های ما داره باور به انجیل کوچک باعث پرستش کوچک پرستش کوچک باعث پرستش اطاعت کوچک میشه یعنی هرچی ما عمق این انجیل و درک انجیل رو بیشترش کنیم پرستش های ما عمیقتر میشه پرستش های ما عمیقتر بشه اطاعت های ما بیشتر میشه هرچه بیشتر انجیل رو درک کنیم باورهای ما عمیقتر میشه و راحتتر تکیه بر انجیل میکنیم شناخت انجیل مسیحیت انجیلی که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه باعث میشه که ما از سوخت فسیلی به سوخت اتمی تبدیل بشیم نه تنها ما رو عوض میکنه که اطرافیانمونم هم تحت شعاع قرار میده یعنی شناخت انجیل باعث میشه که ما بتونیم انجیل عیسی مسیح رو عمیقتر به دیگران انتقال بدیم بشارت دادن های ما رو تحت تاثیر قرار میده با اعتماد بیشتر با اطمینان بیشتر با قوت بیشتر ما میاییم انجیل رو به گوش دیگران میرسونیم بشارت میدیم این یعنی شناخت انجیل بر زندگی کلیسایی ما اثر میذاره حیات کلیسا رو تحت و شوا قرار میده جنبه روحانی کلیسا رو موعظه های کلیسا رو تعالیم و مطالعات کلیسا رو دعا خوندن سعود خوندن های ما رو تحت تاثیر قرار میده و یه دگرگونی در اونجا ایجاد میکنه شناخت انجیل تاثیر مستقیمی به قاطعیت پیام انجیل برای ما داره ما رک و پوسکنده با سراحت با قاطعیت پیغام انجیل رو به گوش دیگران میرسونیم و مثل پولس رسول عنوان میکنیم که از انجیل مسیح ما آری نداریم حال صحبت اینه که ما برای درک انجیل به کدوم قسمت کتاب مقدس بریم یا باید دنبال واژه انجیل باشیم که فکر نکنم بتونیم در یک قسمت مفهوم انجیل رو پیدا کنیم یا باید کل اناجیل رو و رسالات رو بخونیم وقتی که به نوشتجات کتاب مقدس یا عهد جدید نگاه می کنیم ما می چکیده مفهوم انجی رو اونجا پیدا کنیم دو تا متن خیلی زیبایی وجود داره یکی از پولس و یکی از پتروس که میتونیم به راحتی اونا رو مطالعه کنیم و ببینیم که در این بشارتی که اونا دارن اعلام میکنن بشارتی که به دیگران دارن میدن یا انجیلی که دارن به دیگران ارائه میدن چه عناصری وجود داره و اینکه ما چطور اونا رو توی زندگی های خودمون در بشارت های خودمون در باور خودمون در ایمان خودمون به کار ببریم و همینطور وقتی که دیگر رسالات رو میخونیم یا حتی میایم مسیحیان اولیه رو مورد بررسی قرار میدیم متوجه میشیم که یه سری عناصر مشترکی بین همه اینها وجود داره خب البته در این برنامه ها ما در مورد پولس و پتروس صحبت کردیم که در کتاب رومیان و در روز پنتیکاس یکی برای غیر یهودیان و دیگری برای یهودیان بود یکی برای اینکه برای کسانی که بت بود پرست بودند و گروه بعدی خدا پرست یا یکتا پرست بودند با اینکه مخاطبین متفاوت هستند اما روشی که استفاده میکنن اون عناصر یکیه موردهایی هایی که اونها بررسی مورد بررسی قرار میدن که در کتاب رومیان فصل یک تا چهار وجود داره میبینیم به این سوال جواب میده که چه کسی ما را آفریده؟ خدا؟ مشکل ما چی هست؟ مشکل ما انسان ها در مورد انسان و راه حل خدا که برای رفع این مشکل ما بوده که عیسی مسیح باشه و در نهایت واکنش انسان یا پاسخ انسان به راهکار خدا که وقتی در مورد قسمت دوم مشکل ما داریم صحبت می کنیم می بینیم که سه تا زیر مجموعه داره راجع به گناه راجع به داوری خدا و مرگ اینها عناصر اصلی انجیل هستند حالا شما برای مخاطبین خودتون ممکنه اینا رو جابجا جا کنی ترتیباش رو عوض کنیم اما نمیتونیم از اینها قفلت کنیم برنامه های قبلی من خدمتون ارز کردم برای اینکه متوجه بشیم که معلمین واقعی و از این واقعی کیا هستند اگر از این عناصر استفاده نکنن مخصوصا قسمت انسان راجب به مرگ صحبت نکنن راجب داوری صحبت نکنن و راجب مرگ, مرگ صحبت نکنن بدونید که چنین واعظینی چنین معلمین معلمین دروغین هستند و فقط دارن درس اخلاق به ما میدن و فقط میخواد ما آدمای خوبی باشیم البته سوء تفاهم نشه که ممکنه در یکی از برنامه ها یا یکی از درس ها معلم راجع به اینها صحبت نکنه همه این قسمت ها ولی در مجموع دارم عنوان میکنم که معلمین راستین این عناصر رو حفظ میکنن ما راجع خدا صحبت کردیم وقتی که به خدا میرسه دو لازم نیست که در ارائه انجیل ما همه چیز خدا رو به افراد بگیم و بعد قدم به ایمان مسیحی بگذارن دو تا موضوع رو باید بدونن خدا خالقه تکامل وجود نداره آفرینش نبوده که بعد تکامل صورت بگیره بلکه خدا همه چیز رو خلق کرده و دومی قدوسیت عدالت خداست که تعریف کتاب مقدسی از این مسئله داشته باشیم چون خدا مقدسه نمیتونه با گناه کنار بیاد پس در نتیجه کفاری باید پرداخت بشه و ما انسانها چون در گناه زاده شدیم دی اینه گناه در وجود ما هست در نتیجه باید گناه رو در کنیم گناه مثل برگ جریمه نیست که ما رو ناراحت کنه اونم به خاطر پولیه که پرداخت میکنیم نه به خاطر اینکه خلاف کردیم میگویم کاش که زودتر میرفتیم که خلاف نمیکرد برگ جریمه رو نمیگرفتیم و عیسی مسیح نیومد که ما رو از اون فقط حس تقصیر رو در ما بیدار کنیم باعث شد که ما از گناه از اون عمل متنفر باشیم گناه در کتاب مقدس خیلی والاتر از تخلف رانندگیه و انسان در این وضعیت قرار داره عبارتی که جدیدا من خوندم و خیلی خوش اومد عنوان کرده بود که دیفالت انسان همیشه شرارته انسان رو ولش کنی وار ازش شرارت به وجود میاد ما گناه میکنیم چون گناهکاریم نه اینکه ما گناهکاریم چون گناه میکنیم دیدیم چهار تا دید غلط نسبت به گناه وجود داره تمرکز ما روی گناه نیست تمرکز ما روی اثر گناهه دیگاه بعدی گناه فقط گسسته شدن رابطه هاست همین دیگاه غلط بعدی اینه که گناه و با تفکرات منفی ما اشتباه بگیریم و دیدگاه آخر دیدگاه غلط گناه اینه که گناه و ما با اشتباهات زندگی اشتباه بگیریم و در مورد داوری خدا صحبت کردیم که یکی از هولناکترین آیات کتاب مقدس در رومیان فصل 3 آیه 19 اومده که پولس میفرماید هر دهانی بسته خواهد شد و تمام عالم زیر قصاص یا داوری خدا آیند پس روزی ما در حضور خدا خواهیم بود و باید پاسخ بدیم در همین راستا یکی از قدرتمندترین واجه ها در کتاب مقدس به زبان فارسی کلمه سه حرفی اماس سرطان داریم اما تصادف کردیم اما گناهکار هستیم محکوم به مرگ هستیم اما خدا راهی رو برای ما آماده کرده بدون این اما در کتاب مقدس امیدی وجود نداره واجهی پرمعناست می میکنم هر بار که شما کتاب مقدس رو میخونید این واژه اما رو سرسری نگیرید بهش دقت کنید که چرا چرا که بعد از اون یک هشدار و بعضی وقتا یک خبر بسیار زیبایی نهفته است این امید در عیسی مسیح به ما داده شد خبر این امید ما در اشعیا 700 سال قبل از عیسی مسیح میبینیم خبر این امید رو فرشته به مریم میده خبر این امید رو یحیا به مردم میده خبر این امید رو حتی خود عیسی به ما داره میده و خبر این امید رو رسولان و شاگردای عیسی مسیح به ما دارند میدن این امید بر صلیب عیسی مسیح مهیا شده صلیب قربانی خداست صلیب جانشینی ماست صلیب رحم خداست صلیب بخشش خداست صلیب قدوسیت و عدالت خدا برای ما صلیب رستگاری و نجات ماست در صلیب خدای عادل ما ناعادلان رو عادل میگردونه و وقتی که عادل میشیم میتونیم در حضور خدای قدوس به راحتی با آرامش خاطر وارد بشیم اگر اجازه بدید دقایقی رو با هم دیگه تنفس داشته باشیم خدمتتون برمیگردیم در خدمت شما هستیم با انجیل تبدیل ها راجع به صلیب داریم صحبت می کنیم که صلیب چی است کانون مسیحیت و انجیل در صلیب عیسی ختم میشه نقطه سقل مسیحیت در صلیب عیسی است صلیب جایی است که دروازه آسمان ها به روی انسان باز میشه ما راجع به ایمان و توبه صحبت کردیم که انجیل راستین عیسی مسیح این توبه و ایمان چه مفهومی داره توبه و ایمان دو روی یک سکه هستند عیسی رو میبینیم که مردم رو به توبه و ایمان دعوت میکنه رسولان مردم رو به توبه و ایمان دعوت میکنن نشانه مسیحی بودن فقط انداختن صلیب به گردن نیست بلکه نشانه مسیحی بودن نشانه این انجیل در زندگی ما اثراتش است ایمان ما اون, باز، اون توبه یا بازگشت ما نشانه مسیحی بودن ماست باور و اطمینان به اینکه عیسی به جای ما روی صلیب مرد یا به عبارتی واژه عبارت مرگ جانشینی وقتی که میگیم به عیسی ایمان داریم به چه چیز زندگی عیسی ما ایمان داریم قدرتش که غیر مسیحی ها هم ایمان دارن معجزاتش دیگران هم ایمان دارند مرگش خیلی ها ایمان دارند قیامش بعضی ها ایمان دارند موضوع اینجاست که من ایمان دارم که مسیح روی صلیب به خاطر گناهان من جان داد من باید جان میدادم اما عیسی مسیح جان داد به این ترتیب با این کار عدالت خدا قدوسیت خدا به حساب ما گذاشته شد و اگر خاطرتون باشه ما راجع به کتاب زکریا فصل سه صحبت کردیم که چطور درباره یهوشه صحبت میکنه که میگه اون لباس پلید رو به در آورد و بعد لباس فاخر عدالت رو به تن کرد ایمان به عیسی مسیح باعث میشه که ما اون لباس شرارت لباس گناه رو از تن به در آریم و لباس عدالت مسیحو به تنگ کنیم خدا ما رو عادل نمی کنه خدا عدالت مسیح رو به حساب ما میذاره ما رو عادل می شموره. ایمان چیست؟ ایمان یه فرمول جادویی نیست فقط بله من اعتراف کردم نیست ما چیزی به اسم شهادت مسیحی نداریم که یه عبارتی رو بگی و بعد مسیحی بشی بلکه این باور این توبه در زندگی ما قرار میگیره و این بذر یواش یواش رشد میکنه و تمام وجود ما رو زندگی ما رو افکار ما رو دیدگاه ما رو تحت شعا قرار میده و رفتار ما به مرور زمان بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح میشه ایمانی که کتاب مقدس در, در موردش صحبت میکنه ایمانیه که وقتی که در دل ما قرار میگیره به مرور زمان مردم دیگه ما رو نمیبینن مردم ایسایی که در ما زندگی میکند و میبینند توبه واقعی تنها مقاومت با گناه نیست بلکه حمله به گناهه دست کشیدن از گناه نیست بلکه نفرت از گناهه و اینها توبه واقعی به احساسات بستگی نداره پس لازم نیست که در جلسات ما بیاییم با احساسات مردم بازی کنیم با سرودهای خاصی با موزیک با, با جدیدن خیلی جاها مد شده که با خاموش کردن چراغ ها و چند تا چراغ کوچیک این برون بر روشن کردن ما احساسات مردم رو تحریک کنیم که بیان ایمان بیارن بیان توبه کنند. ایمان واقعی توبه واقعی به احساسات ما بستگی نداره توبه واقعی از اعمال ما بیرون میاد نشون داده میشه و پولس رسول عنوان میکنه که اعمال لایق توبه بیاورید پس باید نگاه کنیم که چه چیزی در زندگی ها هست که با کتاب مقدس مخالفت داره و عیسی مسیح مثال بسیار زیبا و روشنی عنوان میکنه و میفرماید که شما درخت رو از میبش بشناسید عیسی مسیح عنوان میکنه که شما از خار انجیر رو برداشت نمیکنی از بوته انگور رو برداشت نمیکنی پس آنچه که امروز در زندگی من داره پیاده میشه ثمره زندگی من میوه اعمال منو شما میتونی نگاه کنی و بعد بدونی که من ایمان دارم یا ایمان ندارم پیرو مسیح هستم یا پیرو مسیح نیستم آیا زندگی من اعمال من میوه عدالت قدوسیت پاکی آرامش خوشی سلامتی هست یا نفاق دشمنی دلسردی کینه پلیدی پس مشخصه چه درختی در دل من روش کرده این درخت ایمان واقعی در زندگی آهسته رشد میکنه اما پیوسته رشد میکنه اگر درست آبیاری بشه در زمان مناسب میوههاش دیده میشه ما دیدیم که سه جانشین برای انجیل وجود داره وقتی که با دیگران صحبت میکنن آقا شما فقط اسم عیسی رو تکرار کن تمومه انگار در این نام ایسا این نام ایسا یه وردیه که باید خونده بشه و بعد مشکلات ما حل میشه که تا مقدس اینو نمیگه هرچند اون با میکنه که هر کس که نام خدا و... هر کس ای نام ایسای خداوند را بخواند نجات یابد اما این خواندن نام فقط ذکر نام نیست بلکه باور به اون چیزی که عیسی مسیح برایش ایستاده رفع گناه ایجاد پاکی قدوسیت و موارد دیگه نه اینکه نام عیسی رو ما فقط بگیم بلکه نام عیسی رو باید تعریف کنیم که نام عیسی مسیح چه مفهومی داره این میشه خبر خوش و خبر خوشی که ما داریم به دیگران میدیم دیدیم که باید اول بدونیم که خبر بدی هست و بعد در کنار خبر بد ما خبر خوش رو به دیگران بدیم مورد دوم ما دیدیم که فقط اینکه ما باور کنیم خدا آفرید بعد انسان سقوط کرد و بعد عیسی مسیح و فرستاد که دنیا رو دیگرگون کنه این تمام داستان نیست این انجیل کامل نیست انجیل کامل دارای گناه دارای مرگ دارای داوری خداست و اینکه چگونه ما با ایمان و از طریق توبه کردن ما میتونیم رستگار بشیم و مورد سوم دیدیم که انجیل عیسی مسیح برای تحولات فرهنگی فقط نیومده بله انجیل ایسای مسیح باعث تغییر فرهنگ جامعه میشه اما ما برای تغییر فرهنگ مردم نیومدیم ما نیومدیم که مردم رو باثبات کنیم فقط ما نیومدیم فقط شکم مردم رو سیر کنیم فقط ما انجیل عیسی مسیح رو بشارت میدیم و در این راستا به مردم کمک میکنیم تمرکز ما بر مشکل اصلی انسان هاست و چیزهای دیگه هم در کنارش نصیب حال همه خواهد شد عدم تمرکز بر صلیب باعث میشه که ما فرهنگ مردم رو فقط کنیم به جای تاکید بر جانشینی مرگ عیسی ما فقط میاییم جهان رو به جهانی بهتر تبدیل میکنیم بدون وجود عیسی مسیح که مطمئنا چنین جهانی وجود نداره انجیل برای تبدیل جانها اومده و دیدیم که تبدیل جانها طبق فرمایشات عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل فصل سه با از نو مولود شدن با تولد تازه است دیدیم که عیسی مسیح اومد نه اینکه فقط ما رو آدمای خوبی بسازه تبدیل فقط خوب شدن نیست تبدیل از نو مولود شدنه دیدیم که ضرورت تولد تازه در زندگی ایمانداران پنج تا بود عدم توانایی انسان تقدس خدا فیض خدا روح خدا و همینطور آفرینش قوم جدید اینها وقتی که اتفاق بیفته یه قوم جدیدی برای خدا ایجاد شده اگر ما از این تبدیل شدن قفلت کنیم کلیساهای ما میشه فقط محل تدریس اخلاق دقیقا کاری که پدر بزرگامون بابا میکرد بچه های خوبی باشید با هم دوست باشید همدیگر رو اذیت نکنید بله وقتی که انجیل بیاد در کنارش اینها هم هست اما بدون انجیل اون چیزی که گفته میشه انجیل نیست و فقط درس اخلاقه مورد دوم در تبدیل شدن نجات یافتن نه فقط صادق بودن روی صادق بودن ما پافشاری نمی کنیم روی انجیل پافشاری می کنیم و نتیجه انجیل خوب شدن صادق شدن هست پولس می فرماید زیرا به،, به،, فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست نجاتو ما به فیض و از راه ایمان ایمان که وسیله دریافت این هست ایمان تنها ما رو نجات نمیده ایمان وسیله ایه. مثالی که خدمتون از کردم قرار ما بریم شیراز هواپیما ما رو داره میبره شیراز. از, از این راه ما داریم میریم وقتی که به شیراز رسیدیم دیگه با هواپیما کار ما نداریم. پس هدف ما رسیدن به اون رست گاری و بس. هدف از نجات ما فقط نجات ما نیست، هدف از نجات ما اینه که، ما به سوی خدا برگردیم خدا رو تمجید کنیم و دو آیه مهمی رو که خدمتون عرض کردم یه بار دیگه حزقیال رو براتون میخونم که میفرماید ای خاندان اسرائیل من این را نه به خاطر شما بلکه به خاطر اسم قدوس خود به عمل میآورم پس نجات ما نه به خاطر خود ماست نجات ما به خاطر نام خداونده در نتیجه رفتار ما زندگی ما باید شایسته نام او باشه مورد سوم در تبدیل دیدیم که فقط یه تصمیم توی زندگی نیست بلکه شاگرد مسیح شدنه دعوت کردنه دعوت کردنی که خدا توی زندگی مردم کار میکنه زندگی ها رو دگرگون میکنه و دیدیم که شفایی که کتاب مقدس راجبش صحبت میکنه فقط یک چیزه قدوسیت عیسی مسیح اومد که ما رو شفا, شفا بده آزادمون کنه از چی شفا بده از گناهمون از چه آزادمون کنه از اسارت ها و بند ها ما رو آزاد کنه این مفهوم انجیل و تبدیل جانها در عیسی مسیح هست امیدوارم که با این دروس تونسته باشیم براتون انجیل و تبدیل جان ها رو طبق کتاب مقدس باز کنیم و این باعث بشه که خدمات ما در کلیسا موثرتر طبق کتاب مقدس باشه واقعا ممنون شما هستیم که در این ایام همراه ما بودید و فیض خداوند رو در زندگی شما در خدمت شما خواهانیم خداوند نگهدار شما باشه تا روزی دیگر و برنامه دیگر بدرود